روزنامه خاطرات سنخته السلطنه به کوشش فرخ سرآمد. امروز هیچ معلوم نیست بنده را چه می شود. ابدا حال خود را نمی فهمم. دلم گواهی می دهد که بلایی نزدیک است. خداوند عاقبت همه را به خیر کند. گفتم حمام بروم، شاید به میزانی سبک شوم که حال خدمتگزاری قبله عالم را داشته باشم. در راه که می رفتم میرزا کمال نسخچی باشی را دیدم. نمی دانم چطور است که هر وقت این مرتکه را می بینم تمام موهایم از خوف سیخ می شود. گرچه مادون من است. عرض ادب کردم، سری خم کرد و سیبیل های ابلیس ترسان را تاباند، گفت فلانی کجا؟ گفتم حمام می روم. گفت با هم برویم. هرچند مایل نبودم چاره نبود. فکر نمی کنم در تمام عالم نقطه ای کثیف‌تر از این حمام بازارچه شیخ هادی یافت شد. آدم که وارد می شود حکمن باید شهادتین را به زبان جاری کند، خصوصا امروز که در معیت نسخچی باشی هم هستیم. پایمان را که روی پله های لیز و لجن گرفته حمام گذاشتیم، نعره نسخچی باشی آسمان رفت. گفت فلانی دریاب. تا به خود بیایم نسخچی رسیده بود به اسفل السافلین. با احتیاط خود را رساندم بالای سرش، حالی برایش نبانده بود. ناده سر داد که رحیم کاشی را بگویید بیاید خلنج ما را در کند. رحیم کاشی که رسید چیزی به سفر آخرت آن بنده خدا هم نمانده بود. ماشاءالله چنان قلنجی از نسخچی در کرد که صدای استخوانهایش در حمام پیچید. بیچاره نسخچی فقط توانست بگوید فلانی ما را کشت و از حال رفت. دلاک آینه آورد، گرفت مقابل دهانش، گفت الحمدلله طوریشا نیست. گفتم پدر آمرزیده، نسخچی را کشتی، این بخار حمام است روی آینه. جای ماندن نبود. تن نشسته درب خانه رفتم. قدری آرام شده بودم. دانستم آنچه دلم گواهی میداد به آخر رسید. شکر خدا بنده جانی در برد. خاطر همایون را پریشان دیدم. جرأت سؤال نداشتم. سبیل قبله عالم میلرزید. نگاهی به چاکر فرمودند، از خوف میل به مبال کردم. چیزی نماند رعشه بر من مستولی شود. فرمودند ببریخان از صبح گم شده. تمام قشون را بسیج فرمودند. انشالله که بلا دور است. چند سیخ کباب که میل فرمودند، قدری اخمهای مبارک باز شد. دل یافته عرض کردم سواری تشریف ببرید قربان، بد نیست. فرمودند بدون ببریخان سواری چه فایده. دیدم درست می فرمایند. ناگاه از حرم خبر آوردند که ببریخان از پی موش سوگلی انیس الدوله وارد حرم شده و چون موش را نیافته غضب کرده صورت خواجه باشی را چنگول کشیده و یک چشم خواجه را از کاسه بیرون کشید. قبله عالم خیلی مشعوف شدند. فرمودند سرباز داخل حرم بریزد و هر طور هست موش را یافته خدمت ببریخان بیاورند. هرچه خانم به سر و صورت خود کوبیدند و قش و ضعف فرمودند مفید فایده نیفتاد. معلوم نیست که سرباز در حرم خانه مبارکه چه بیرسمی ها که بکند. عاقبت خانم 1000 تومان پیشکش فرستادند که قبله عالم از خون موش ایشان بگذرند. پول را قبول فرموده باز هم سرباز فرستادند. مغرب مراجعت به خانه نمود.